در مقام یک عضو سابق مجلس نمایندگان آمریکا جای تعجب ندارد که مایک والس جمهوری اسلامی ایران را منشأ هرج و مرج و تروریسم در خاور میانه میداند مشابه برخی دیگر از جمهوری خواهان کنگره او معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران پول داشته باشد صلح در خاور میانه برقرار نخواهد شد ایران نمیخواد در خاور میانه صلح باشه راه حل دو کشوری برای فلسطینی ها رو هم نمیخواد بنابراین سیاست تغییر خواهد کرد رئیس جمهور ترامپ در دولت قبلی خودش خیلی روشن و واضح بر ایران فشار حد اکثری آورد این بار هم همین کار رو خواهد کرد تا ایران با دیدگاهی متفاوت از برجام به میز مذاکره بیاد والس میخواهد چین را هم به خاطر خرید نفت ایران تحت فشار بگذارد اما سیاست خارجی دولت آینده ترامپ غیر از ایران درباره دیگر کشورها چطور خواهد بود شکی وجود ندارد که ترامپ میخواهد جنگ روسیه علیه اوکراین متوقف شود او در دوران کارزار انتخاباتی گفته بود ظرف 24 ساعت به اون جنگ پایان خواهد داد اما به چه قیمتی برای اوکراین در ماه سپتامبر ترامپ گفته بود برنامه او برای پایان دادن به جنگ به معنای تسلیم شدن نیست ولادیمیر زلنسکی یکی از رهبرانی بود که به فاصله کوتاهی از روز انتخابات آمریکا تلفنی به ترامپ تبریک گفت. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم از بازگشایی کلیسای نوتردام استفاده کرد و ترتیب ملاقات این دو را داد. اینکه ترامپ چگونه میخواهد دو طرف را متقاعد کند هیچ کسی توضیح نداده اما والتس یک نظری برای مجاب کردن روسیه دارد میشه <میشنجر> این جنگ را از بعد اقتصادی برد روسیه پمپ بنزینیه که سلاح اتمی داره کل اقتصادشون روی صادرات نفت و گاز میگرده کافی بازار جهانی رو با نفت و گاز خودمون اشباع کنیم تا قیمت اونها بیاد پایین همینطوری ماشین جنگ روسیه دچار مشکله اما چین از طرف آمریکا چالش قرن نام برده شده والز از منتقدین سرسخت چین هست و گفته آمریکا در جنگ سرد با حزب کمونیست چین است چالش ها چند بعدی هستند والز ضمن توضیح اینکه چین در حال تقویت توان متعارف نظامی خود است میگوید هدفش ناو و کشتی های آمریکا نیست America اونها میخوان خود آمریکا رو بزنن میخوان شما رو که قصد دارید جلوشون رو بگیرید بزنن بندرهامون و منابع آب خطوط لوله و غیره از طریق حملات سایبری دنبال واژه ولد تایفون بگردید اونها تنها از طریق سایبری جاسوسیمون رو نمیکنن بلکه بمب های ساعتی سایبری کار میگذارن مارکو روبیو گزینه ترامپ به عنوان وزیر امور خارجه، جان رادکلیف گزینه برای ریاست سیا و تولسی گبرد گزینه برای ریاست سازمان اطلاعات ملی همه دیدگاه مشابهی به چین دارند. در صورت تایید صلاحیت این افراد توسط سنا آنها عضو شورای امنیت ملی خواهند بود بنابراین جبهه یک دست علیه چین وجود خواهد داشت جنگ اقتصادی ترامپ علیه چین به کمک سناتور پیشین دیوید پردو گزینه ترامپ به عنوان سفیر آمریکا در چین ادامه خواهد یافت ترامپ تهدید کرده اگر چین جلوی قاچاق فنتنال به خارج را نگیرد ده درصد دیگر به تعرفه کالاهای چینی اضافه خواهد کرد این علاوه بر 60 درصدی است که در دوران کمپین انتخاباتی گفته بود. گیتا آریان صدای آمریکا